در این شماره از بسته اخبار فرهنگ و هنر ایسنا خبرهایی از اعتراض به ساخت و ساز در بافت تاریخی یزد تا ادعایی درباره نظر هوشنگ ابتهاج در مورد حمله روسیه به اوکراین و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. نگرانی از ساخت و ساز در بافت تاریخی یزد. پیروز هناچی شهردار سابق تهران از ساخت و ساز در بافت تاریخی محله خلف باغ شهر یزد ابراز نگرانی کرده و گفته با اینکه یزد جزو معدود شهرهای تاریخی است که به ثبت جهانی رسیده، یک مجتمع مسکونی داخل عرصه ثبت ملی و حریم ثبت جهانی این شهر خلاف ضوابط بافت تاریخی در حال ساخت است و مصوبه کمیسیون ماده 5 شهر یزد درباره آن عادی نیست. او گفته ارزش حفاظتی این بافت تاریخی آنقدر بالاست که دنیا باید روی آن صحه بگذارد و آنقدر مهم است که نه فقط به ایران بلکه وابسته به تمدن بشری است. با این حال بتن‌ریزی طبقه سوم ساختمانی در این منطقه روز شنبه هفتم اسفند شروع شده و ساخت آن به سرعت در حال پیشروی است. قطعه زمین مورد اشاره در محله خلف باغ و در مجاورت عناصر با ارزش محله مانند مسجد محله قرار گرفته است. در این زمین عناصر با ارزش تاریخی وجود دارد که متاسفانه در طول سالیان گذشته به تدریج برای صاف شدن زمین تخریب شده است، اما بی توجه به همه سوابق طرح‌های قبلی پروژه مسکن اقدام ملی در این منطقه در حال اجراست. ماجرای اظهار نظر ابتهاج درباره حمله روسیه به اوکراین. چند روز بعد از حمله روسیه به اوکراین، محمد علی ابتهی در نوشته ادعا کرد که هوشنگ ابتهاج ملقب به سایه درباره بحران اوکراین و در جواب او که پرسیده آیا پوتین دوباره هوس امپراتوری کرده، گفته آمریکا قرار بود بعد از سقوط شوروی کاری به کشورهای جدا شده نداشته باشد، اما همه اعضای ورشو را برد داخل ناتو. یک سال است روسیه میگوید بابت اوکراین سر به سرم نگذارید، اما گوش نمی‌کنند. در ادامه اما میلاد عظیمی مؤلف کتاب پیر پرنیان اندیش به این ادعا واکنش نشان داد و نوشت که بعد از خواندن ادعای ابتهی به ابتهاج تلفن کرده و ابتهاج هم تعجب کرده و گفته این نظر من نیست، آقای ابتهی زنگ زد، حرف پیش آمد، من در میان حرفایم با آقای ابتهی گفتم در بی بی سی یکی این طور میگفت، لابد آقای ابتهی بد متوجه شده و نقل قول من از دیگری را به عنوان نظر من نقل کرده است. بر اساس نوشته میلاد عظیمی، سایه به او گفته که دیگر از این همه جعل و دروغی که به او نسبت می‌دهند خسته شده. شعر جعلی، تصنیف و ترانه جعلی، خاطره جعلی، پر سیمرغ جعلی. معرفی نامزدهای جایزه هانس کریستیان اندرسون. روز یک شنبه 8 اسفند، دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان فهرستی کوتاه از نامزدهای جایزه جهانی هانس کریستیان اندرسون در سال 2022 را اعلام کرد. بر این اساس نویسندگانی از کشورهای فرانسه، آرژانتین، لبنان، اسلوونی، سوئد و استرالیا به عنوان نویسندگان منتخب و نامزدهایی هم از ایتالیا، ژاپن، لهستان، آرژانتین، کره جنوبی و کانادا به عنوان تصویرگران منتخب در این فهرست قرار دارند. نویسنده و تصویرگر برنده جایزه اندرسون در نمایشگاه بولونیا سال 2022 معرفی خواهند شد. از معیارهای برجسته انتخاب این جایزه تداوم در تولید ادبیات کودک، خلق آثار بدیع، اصیل و هنرمندانه و داشتن سهمی پایدار در پیشبرد ادبیات کودک جهان است. نویسندگان و تصویرگران ایرانی امسال هم جایی در این فهرست ندارند. در گذشت چند شخصیت فرهنگی و هنری، رأفت هاشمپور از هنرمندان عرصه دوبله ایران و همسر جلال مقامی مجری و صداپیشه پیشکسوت بر اثر کهولت سن درگذشت. از آثار بیادماندنی این دوبلور صداپیشگی در نقش اسکارلت اوهارا در فیلم سینمایی بر باد رفته است. او فعالیت به عنوان سرپرست گویندگان را از سال 1353 در تلویزیون آغاز کرده بود. محمد رضا پرهیزگار
استاد دانشگاه شیراز، شاعر، نویسنده و مترجم، سید محسن مصطفی زاده، شاعر، نویسنده و هنرمند پیشکسوت عرصه نمایش در مشهد و همچنین منوچهر وثوق و زهره فکور صبور، دو بازیگر پیشکسوت و جوان از دیگر اهالی هنر و فرهنگ بودند که در این هفته از دنیا رفتند.